خداوندا، در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم. به لطفت روشن است شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. مینا مددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. امیدوارم که نور الهی، نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزای من باشه. برنامه رو شروع میکنی با گرفتنهای خطاتون، جواب دادن سوالاتتون. صبح تا شب داریم میایم رو ایر، ازتون خواهش میکنیم، میگیم که نازنینای من لطف بفرمایید سوالایی که روی ایر جوابگو هستیم، لطف بفرمایید دونه دونه بهمون زنگ نزنید. نازنینای من، دیشب همون منظور دیشب به ما و صبح شما، یعنی از ساعت 5 صبحتون تا 8 صبحتون و تا میبینیم که عزیزانمون سوالایی رو از ما زنگ میزنن، جوابش رو میخوان، که یه مقدار جواب دادن برامون مشکله. مسئله این که اگر در خونت، نازنینم، احساس میکنی که خدایی نکرده روح خبیث هست، یا اینکه فکر میکنی موجود ناشناخته ای تو خونت هست که احتیاج داری بدونی چی هست، مسئله آزارت میده نازنینم، و متاسفانه بهمون زنگ میزنن دونه دونه بهمون جواب ازمون میخوان. عزیزای من، گلای من، خیلی ساده عرض کردیم برامون خاک کشور عزیزم ایرانو، یعنی خاک اما ملک خودتو. حالا ملکت آپارتمانه، خونه است، باغ، زمین، محل کارت، هرچی که هست نازنینای من، برامون بفرست. طبیعتاً بهتون قبلا هم گفته بودیم که برامون زعفران بفرستین، الان داریم بهتون میگیم لطف بفرمایید زعفران برامون نفرستین، به این دلیلی که مخارجش رو سعی میکنیم همینجا، البته از هزینه خودتون، برای 7 روز براتون امتحانی میشه، عبادتی میشه، و شما عزیزان میتونین جواب بگیرین که توی خونتون چی داره میگذره. و میبینیم الان یه سری از عزیزانمون، شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، چیزی که میگفتن توی خونه آزارمون میده، اذیتمون میکنه، میبینیم که شکر خدای مهربان نازنینم، چیزهایی که تو خونه هاشون پیدا میشه به نفعشونه، مثل گنجینه هایی که پنهانه، مثل چیزهایی که نازنینای من از اجدادشون براشون مونده و اینها نسلای بسیاری ازشون گذشته و دستشون نیومده. بس ازتون خواهش میکنم. یه مسئله دیگه هم، یه مشکل دیگه هم که با شما عزیزا داریم اینه که شما نازنینای من زنگ میزنید میگید ما رفتیم خاک پست کنیم و از ما سوال کردن که خاکو برای چی پست میکنی. عزیزم، نازنینم، اگر تو خاک اندازه یه دونه ماش، ما اینو براتون چندین بار گفتیم، اینا رو لطف بفرمایید به برنامه علمی عبادی زنگ نزن، بپرس بگو من خاک نمیتونم بفرستم، چیکار باید بکنم. نازنینم، اندازه دونه ماش، خاک، و ما میبینیم که عزیزانمون خیلی هاشون دارن اون چسبی رو که ما گفتیم یه چسب کوچولو رو، نازنینم، نوار چسب رو بچسبون به اون آپارتمانی که داری، خونه‌ای که داری، ملکی که داری، به فروش نمیره. اینو برامون بفرست نازنینم. کی؟
متوجه میشی که شما مثال این خاک رو داری میفرستی، انقدر مقدارش کمه، ولی اگه 2 کیلو 3 کیلو خاک رو شما ببری تو پست، اینجا هم ببریم نازنینای من، اینجا ما بخوایم خاک مثال مقدار زیادی ببریم تو پست، میگن که آیا اجازه کشاورزی رو دارین؟ چون داره با پست میره. بس پست نازنینم چیزی نیست که فقط وسایل من و تو رو داشته باشه، هزاران نفر، میلیون ها نفر دارن اونجا چیزی میفرستن. بس اگه ازتونم سوال میکنن نگران نباشین. شماها اگه اصلا نذارین به سوال کشیده بشه، یعنی لازم نیست. عزیزای من، خانمی با هم صحبت میکرد و میگفت آخ ما میخواییم حتما محکم کاری کنیم. نه نازنینم، با قدرتی که پروردگار خدای مهربان داده شما عزیز من، لازم نیست محکم کاری کنیم. امیدوارم که اینو بدونین نازنینم، وقتی میری توی پست هر چی بهت میگن و میشنفی باور بفرمایید، از ما سوال بکنید، حالا چه من خودم جواب تلفن ها رو بدم چه کسی دیگه. عزیزای من، متاسفانه ما اونجا زندگی نمی کنیم، نمیدونیم قوانین پست رو نمیدونیم، ولی لازم نیست. من عرض کردم اندازه یه ماش عزیزم برای ما خاک باشه، برای عبادت کافیه. امیدوارم زنگ نزنی، چون از دیروز میبینیم خانمایی که بله مثل که آقایونشون یک کارت براشون میخرن میذارن و این خانما تا این کارت رو تموم نکنن متاسفانه برای ما مزاحمت ایجاد میکنن. ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید. عزیزای من، نازنینای من، ماه مبارکه، امیدوارم اینو دقت کنید. نازنینای من، دلمون میخواد بتونیم خدمتگزار در مقابل نور الهی باشیم. برای سوالات بیخودی سعی نکن برنامه علم عبادی رو وقتش رو تلف کنی. عزیزم نازنینم، الان که من اینجا در خدمت شما هستم، قبل از اینکه بیام اینجا نازنین من، یه پسر 24 ساله که ناراحتی قلبی داشت و مادرش امید نداشت زنده بمونه، عزیزم نازنینم، و هفته قبل لطف خدای مهربان شامل حالش شد و قبل از اینکه بیام اینجا در مسجد شکرگزاری داشتم براش انجام میدادم، فامیلاش، دوستانش، کسانی رو که میشناسن. بس عزیزم نازنینم، در نظر بگیر یه مادر میبینه که بچه 24 سالش افتاده گوشه بیمارستان و میگن دیگه امیدی نیست در سیسیو و توان صحبت کردن هیچ چیزی نمیدونه، و اون موقع براش میشینن عبادت میگیرن، از لطف پروردگار شفاشو میگیرن و امروزه میبینیم صحیح و سالم، شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، میبینیم که صحیح و سالم اومده و داره قدردانی از نور الهی میکنه. سعید 24 ساله نازنینای من، امیدوارم شما عزیزای من، شما نازنینای من، این برنامه رو بشناسین. نازنینم، این برنامه برای سرگرمی نیست که تو بلند شی راجع به پست از ما سوال کنی. آدرس ما خیلی مشخص و واضح در تلویزیون داره پخش میشه. بعضیاتون میگین آدرس رو برای ما نگه دارین، آدرس رو آهسته کنین. نازنینم عزیزم، نمیشه. بعضی از خواسته ها از ما دارین که متاسفانه میشه گفتش که خودخواهانه است. نازنینای من، این تلویزیون رو چند میلیون دارن نگاه میکنن، نمیشه به خاطر تو عزیز. میگین خانمی به من زنگ زده میگه آدرس رو بگین برای ما نگه دارن، من برم همسایه‌مو صدا کنم بیاد آدرس رو بنویسه. نازنینم عزیزم، از اون آدرس یه دونه عکس بگیر بده به همسایت، بذار برات بنویسه. انشالله این نوع تقاضاها، این نوع خواسته ها ازمون کم بشه. برنامه رو قدرش رو بدون، برنامه رو بشناس عزیزم. در نظر بگیر که ثانیه هایی که تو سوالای بی خودی مثل پست و نمیدونم چه ساعتی برنامه شروع میشه، اینا رو خیلی جالبه برای ما، از ما سوال میکنی. عزیزم نازنینم، اگه تو که بیننده برنامه باشی، ساعت برنامه رو باید بدونی چه ساعتی شروع میشه، و امیدوارم که اینا رو یه مقداری کم کنید. ثانیه ها ممکنه یک موقعی، همون موقع که عزیزم تو داری مزاحمت تلفنی ایجاد میکنی، ممکنه زندگی در خطر باشه، ممکنه که باید هر چی زودتر آینه ای تهیه بشه و زندگی نجات داده بشه از طریق نور الهی. امیدوارم ارزش این برنامه رو بدونی، بشناسی. و خیلی ها متاسفانه نازنین من ناآگاهانه به همون زنگ میزنن،
و متاسفانه بله برامون تا حتی خیلی هم هستن که ناگهان زنگ میزنه و میگیم برنامه رو میشناسی میدونی هزینه آینه رو میدونی میگن بله شماره تلفن میدن تماس میگیرن باهاشون بعد میبینن که نازنینم اصلا راجع برنامه چی نمیدونی عزیزای من خواهش میکنم لطف بفرمایید برنامه رو تا زمانی که ندیدی رو ار نیا برنامه رو اگه نمیشناسی برای این عبادت های 20 دقیقه ای هم عزیزم نیا برای عبادت 3 ساعت زنگ نزن زمانی بیا که هدفتو خودت هدفتو بشناسی بگی باش من به چه دلیل میخوام حالا میخوام مثال میخوای دسترسی به گنجینه پیدا کنی نازنینم حالا اولا که یه سری عزیزانمون زنگ میزنن و میگن که ما جای گنجینه رو میدونیم و میخواییم که فقط شما برامون به دست بیارید نازنینم عزیزم با قدرتی که پروردگار داده خدای مهربان داده اگر زیر زمین و قدرت نداشتن ببینن مطمئن باش نمیتونستم برای تو گنجینه پیدا کنم بس امیدوارم شما اگه هر کدوماتون متاسفانه به اشتباه میگین که بله ما جاش بلدیم و چرا نازنینم سعی نمیکنی بس به دست بیاری اگه جاش بلدی پس قدرت ها رو لازم داری بس قدرت احتیاجی نداره تو به ما معرفی کنی کجا گنجینه است سراسر کشور عزیزم ایران 7 طبقه روش زیرش گنجینه است عزیزم شما رو گنج نشستین عزیزای من بس امیدوارم نازنینای من این تلفن ها رو سعی کنین کم کنین و میبینیم که خیلی موقع ها عزیزانی که جواب تلفن ها رو میدن متاسفانه میگن برای سوالای بیجا خسته میشین اگر نه خدمتگزار نور الهیم نازنینم اگر نه تمام کسانی که جواب تلفن های شما رو میدن عزیزای من عزیزایی هستن که شفای نور الهی نصیبشون شده یا ناراحتی قلبی داشتن یا بخت‌گشایی داشتن یا خدایی نکرده بیماری های مختلف رنج می بردن و هیچ کدوم اینایی که جواب تلفن های شما رو میدن نازنینم هزینه از برنامه علمی عبادی نمی گیرن هر کدومشون 2 ماه 1 ماه 5 روز هر کسی به مقدار که وقت داره میاد و اینجا کمک میکنه پس امیدوارم با اینا با احترام صحبت کنید و خستشون نکنید نازنینای من. تمام اینایی که جواب تلفن‌های شما رو میدن شاید بعضیاشون هم سنشون از من خیلی بالاتر باشه نازنینای من. ولی کسانی هستن که مثل مادر که فرزندش رو دوست داره من اونقدر دوستشون دارم. و عزیزا نازنینایی که بیننده های ما هستن این عزیزا رو مثل فرزندان خودشون دوستشون دارن. بس امیدوارم شما عزیزای من شما نازنینای من بدونی که نازنینم به یه اداره معمولی تو زنگ نمیزنی تو زنگ میزنی به قدرت پنهان قبل از این که عزیزم بشناسی قدرت پنهان رو تا زمانی که کامل نشدی سعی کن زنگ نزنی ممنون میشیم از لطفتون و از سعید 24 ساله که در مسجد هست الان نازنینای من سعید میگه که تلاش میکنم به این دلیل که دوستیم دارم از ناراحتی جنون رنج میبره و انشاءالله برای اون هم تلاش میکنم آینه به دست یعنی هزینه شو تهیه کنم و بتونم عزیزای تورنتویی نازنینای من پس سعید میدونم که الان در کنار سعید هستین در مسجد انشاءالله که خدای مهربان پروردگارم حاجتهای شما را برآورده کنه و میدونم که سعید علاقمند هست که بیاد و اینجا قدردانی نور الهی رو داشته باشه خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم انشاءالله که برنامه رو بشناسیم بدونین نازنینم 2 ساعت باور کنیم برای من ساعت بسیار زیادیه به این دلیل که نازنینای من با عبادت باید وقتم رو بگذرنم با نوشتن کتابام و چیزهایی که نازنینم از قلبم در میاد و برای شما عزیزا سعی میکنیم اونا رو به صورت دکلمه عنوان کنیم نازنینم عزیزم اگر در 24 ساعت بتونم 1 ساعت 1 ساعت و نیمم بخوابم خدا رو شکر میکنم بس امیدوارم که ارزش برنامه رو بدونی از این برنامه ببینی چی میخوای عزیزم درباره حرم آرزوها خیلیاتون سوال میکنید نازنینم عزیزم حرم آرزوها میگن که برای شما 40 تا شمع روشن میشه شماش وقتی هزینه رو میگیم فقط هزینه شما نیست نازنینم عبادتی که 40 روز برای شما انجام میشه وسایلایی که میخواد طبیعتا هزینه داره و امیدوارم شما عزیزای من متوجه باشین یا بعضیاتون درباره علم که
آماده شد از طریق از نجف اشرف برامون رسیده و خیلیاتون هستین نازنینای من، بدون اینکه اصلا خودتون خبر داشته باشین، عزیزانی هستین که برنامه علمی عبادی رو میشناسین. من اسماتون رو میدونستم، البته کسانی که جزو خانواده قدرت پنهان هستن، براشون نازنینای من به حرم مقدس، به علم مقدس براشون اسماشون رو نوشتیم و اونجا نازنینای من براشون پارچه انداخت. پس امیدوارم نازنینای من، عزیزای من، برنامه رو بشناسی، بدونی و ببینی چی میخواد. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم و بله، 3 آینم گذاشتن برای اینکه آخرش که علم رو برمیدارن اسم عزیزانمون در بیاد، انشاءالله که نصیب اونی بشه که واقعا نیازمند بشنازه اینای من. ولی فراموش نکنی اینا کسانی هستن که کارت قدرت پنهان رو دارن. شما زنگ نزنیم به همون بگین که بله میخواییم که برای ما اسم بنویسیم و بندازیم، یا تو حرم آرزوها یا برای ما برای علم عنوان کنید. نازنینای من، هزینه باید بپردازی براش. این هزینه ها برای کی مصرف میشه؟ برای بچه های خیابونی نازنینم. انشاءالله که شما گلای من، شما نازنینای من، اونایی که جزو خانواده قدرت پنهانن لازم نداره، به این دلیل که نازنینای من هر کدومشون عاشقانه کارت قدرت پنهان رو گرفتن و جزو این خانواده هستن. انشاءالله که اینا رو متوجه باشین، گلای من، برنامه‌تون رو بشناسین، اون موقع باشین در خدمت نور الهی تک تکتون عزیزای من. خطی بگیریم، با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام اینجا. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنین؟ بفرمایید. ممنون، مرسی. شما خوب هستین؟ من خوبم، شکر خدا. از کشور عزیزم، عبادتتون قبول باشه خانمم. عبادت می‌خواستم برای کشور عزیزم، نام مادر زهرا. ام معجزه ها عزیزم، چی میدونی؟ از معجزه ها آقا رامین که در جاده سالو تصادف کرده و قتل خواه شده بود، بله، به کمک خدا و 7 استاد بزرگوار خوب شدن. نه خوب شدن نه خانمم، سرما نخورده بود خوب بشه که. خدا نگهدار، خدا حافظ. اگه کسی کلمه شفا براش مشکل داره به زبون بیاره، نازنینم اصلا لطف بفرمایید. خانمم نازنینم، تا حتی ماه مبارک بهتون، برای شما عزیز صحبت کردیم، گفتیم عبادتاتون قبول، ولی انقدر بی حواس بودی اصلا نخواستی گوش کنی. خطی بگیریم، ایشالله بیننده دیگه ای داشته باشیم که برنامه رو بشناسه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام بر مینای عزیز و حق استاد جانم. سلام خانمم، حال شما خوبین؟ عبادت ها قبول باشه عزیزم. جانم متشکرم، از شما من تو زنده باشی. مرسی عزیزم، ممنونم. جانم از کشور عزیزم ایران تماس گرفتم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ به نام روبا فرزند محمد. اما معجزه ها بفرمی، خواهش میکنم. خانم رقیه عزیز بودن از تبریز که برادرشون آقا جواد در اثر تلسم و جادو چندین بار دست به خودکشی زده بودن. بله. و بعد از تهیه آینه و عبادت 3 به لطف خدای مهربان و 7 استاد عزیز کاملا عوض شده بودن و شفا گرفته بودن و به دانشگاه رفتن. کاملا عوض شده بودن خانمم، کاملا عوض شده بودن. اینا دیگه اینا چیزایی که شما میگی، ببخش منو خدا نگهدار عزیزم، خدا حافظ عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ من جون، من اولین بارمه با شما تماس میگیرم. بله خانمم، امروز اتفاقی برنامه شما رو خانمم اجازه میفرمایید من شدم. خانمم یه لحظه منو گوش میکنی؟ الان متاسفانه 2 عزیز داشتیم که اولین بار بود انگار برنامه رو داشتن میدیدن، اینا رو قبول نمیکنیم عزیزم. یه مدت برنامه رو نگاه کن، تلویزیون تو ببند، وقتی میای رو اه. من فقط میتونم یه راهنمایی از شما بپرسم؟ خانمم من رو ار سعی میکنم الان عزیزانی که منتظرن اجازه بدین خطا رو جواب بدی، منو ببخشید. خدا نگهدار. عزیزم خانمم که الان باز من چون تو حرفم میامدی نمیذاشتی صحبت کنم، اگه به این برنامه اولین بار داری نگاه میکنی خوش آمدی، ولی نازنینم عادت کن وقتی به یه جا زنگ میزنی از تلویزیون چشم بردار. این برنامه تفریحی نیست، این برنامه عبادیه. سعی کن از تلویزیون چشم برداری، تمام حواستو بدی به تلویزیون، به تلفن دایزم، تلویزیون رو بعدا نگاه کنی. پس امیدوارم اگه اولین بارم هستش هنوز بی دقتی نازنین، ان شاءالله که بیاموزی.
جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام خدمت شما نمه عزیزم. برنامه رو میشناسی خانم؟ بله من خانم عزیزم. بله بفرمین عزیز جانم، از کجا زنگ میزنی؟ از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم اجازت میخوام به نام تکینه، نام مادر طاهره. اما معجزه ها بفرمین. خانمی بودن از رودبار که میگفتن توی خونهشون چیزهایی گم میشد، صداهایی رو میشنیدن، با اینکه مرغ و خروس هم که خونهشون نداشتن اما تخمه‌هایی رو در کمد یا زیر لباسشون پیدا میکردن. با فرستادن کمی از خاک خونهشون به لطف خدا و عبادتهای هفت استاد عزیز این مبلغ 450 میلیون تومن پول دست پیدا کردن. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یار و نگهدارت. زنده باشی. اگه ممکنه دست عزیزتم برام بالا بدن. چشم عزیزم، خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خدا یارو نگهدارتون. زنده باشی. مرسی. خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. الو جانم بفرمایید. الو سلام مینا خانم. سلام خانمم، حال شما؟ عبادت ها قبول باشه. حال شما خوبه؟ زنده باشی، ممنون از شما. قربونتون برم، لطف دارین جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام محسن مادر پروین. بله. اما معجزه ها خانم؟ خانم همیرا از چابهار که در سرمایه‌گذاری الماس شرکت کرده بودن، بله، به لطف خدا و عبادت هفت استاد عزیز به 850 میلیون الماس دست آوردن که بخشی از اون رو برای خانواده زیرزمین خرج کردن. عبادت برای چی میخوای خانم؟ برای برکت گشایی از خدا. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. اینو خانم اگه میشه لطف میکنم دست مبارک من برای من بلند کنی. چشم عزیزم، چشم. خدا نگهدارت. ممنون، زنده باشی. دستتون بالا. خدا خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. نازنینای من خانم سغرا رو داریم از کشور عزیزمون ایران و خانم سغرا جزو کسانی بودن که برامون خاک فرستادن از خونشون و میگفتن یه دونه چیزایی که بسیار منو اذیت میکرد، همه موقع چیزهای تو زندگی من گم میشد. گم میشد بعد یه ماه، بعد دو ماه، بعد شاید هم بعضی موقعها طولانی تر پیدا میشد و میگفتم خب اگه کسی اینا رو برده بود که دوباره بر نمیگردون به من. بعضی موقع ها چیزایی گم میشد از من که اصلا ارزشی هم نداشت و میگفتم خب این چی داره تو زندگی من میگذره. چندین بار میگه خانم سغرا، میگه من برای پزشکم رفته بودم، گفته بودم نکنه من دارم فراموشی میگیرم، نکنه من مشکلی دارم، در عین اینکه من خیلی خانم باهوشی هم هستم. همه میگفتن اینجور که خانم سغرا داره برامون عنوان میکنه و خاک خونه رو میگفت یک موقع هایی میدیدم که انگار کسانی، یک نفر نه، انگار کسانی از پشت سر من رد میشن. صلوات میفرستادم، دعا میکردم، با خدای خودم راز و نیاز میکردم و میگفتم پروردگارم خودم رو به خود سپردم، خودم و خانوادم رو. و نازنینای من میگفت اولا خیلی میترسیدم ولی دیگه عادت کرده بودم انگار و میخوام بدونم که چی هستش، این چه مسئله هست. و بعد اینکه خانم سغرا از خونش نازنینای من برای ما، بله، خاک فرستاده بود، منظورم اون نشونش خاک اندازه، البته ایشونم خیلی حساب شده، خیلی خانمانه، تا حتی زحمت هم کشته بودن. اینم براشون براتون عرض کنم، جایی این هست که قدردانی و سپاسگزاری کنم. خانم سغرا بلند شده بودن یه مقدار نقل کشور عزیزم ایرانو و با خاکی که خیلی البته توی پاکت دیگه گذاشته بودن که اصلا اینا به هم نخوره، البته خاکم توی پاکت کوچولو مثل کارت نازنینای من به چسب زده بود و گذاشته بود توی کارت و قدردانی هم کرده بود دستش درد نکنه و نقل فرستاده بود، گفته بود این نقلم میخوام تو مسجد مصرف بشه دستش درد نکنه. عزیزای من، گلای من، بعد اینکه خانم سغرا توی خونش براش به اصطلاح خاک مشخص میشه، لطف خدای مهربان توی خونش نازنینای من براش نامه‌ای پیدا میشه که توی این نامه مشخص بوده که شخصی که مال اینا رو، ثروت اینا رو خورده کی بوده و با اون شخص تماس گرفته میشه، اون شخص به اصطلاح از این دنیا رفته و چیزی که بوده نازنینای من
امانت یعنی اسمشو نوشته و گفته که این مقداریه که من از زندگی اینا متاسفانه پیش خیانت کردم و اینو بهشون دلم میخواد هر وقت شد این خانواده رو حتما بهشون برگردون. خانم صغرا همسرش از دست داده نازنینای من و فرزندانش شکر خدای مهربان بزرگن و این چنین میشه که اندازه اینجور که خانم صغرا میفرمودن که من به حقم رسیدم، لاقل میتونم 40 تا خونه بخرم با این شرایطی که هزینه هایی که به من پرداخته میشه و زندگی من. و فراموش نمی کنم که باور بفرمایید حتما و حتما من 14 تای این خونه رو حتما هدیه می کنم به کسانی که واقعا در شرایط ناجوری هستن. و اینچنین که به چه دلیل گفتیم خب 14 تا از این خونه ها رو مثال با هزینه ای که گیرتون میاد، میگفت به این دلیل که به اسم هر استاد میخوام 2 تا خونه بگیرم و برای کسانی که واقعا شرایطشون دور برم هستن و میدونم که چه شرایط بدی دارن و میدونم که مثال بعضی ها هستن نازنینای من از فشار زندگی متاسفانه مسئله طلاق، مسئله جدایی به دلیل اینکه مرد نمیتونه نازنینم عزیزم خرج خونه رو بده و اختلاف و متاسفانه مشکلات و جدایی، میگفت تلاش میکنم که تا اونجا که میتونم برای اونها کمک باشم. جای این هستش که از خانم صغرا هم قدردانی کنیم، سپاسگزاری کنیم و جای این هستش که قبل از هر چیزی از لطف پروردگار، از لطف خدای مهربان که به 7 استاد نازنین عزیزای من چنین قدرتی داده سپاسگزاری کنیم. خطی بگیریم، با شما عزیز باشیم. انشاءالله که شما عزیزای من هر جای دنیا که هستیم موفق باشین، برنامه‌تون هم درست بشناسیم بدونین عزیزای من. جانم بفرمایید روی هستین. با عرض سلام و خسته نباشید. زنده باشی برادرم. مینا خانم و حق استاد گرامی. مرسی برادرم، سپاسگزارم. بفرمایید. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. عبادت میخواستم به نام احمد، نام مادر درخشنده. بله. از معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. بله، رعنا خانم بودن که بچهشون ناقص به دنیا اومده بود. بله. آقا ناصر همسرشون آینه تهیه میکنم و به لطف الهی و هفت استاد گرامی شفا میابند. زهرا خانم که اهل همدان بود به مدت 9 سال قطع نخا شده بودن که به لطف الهی و هفت استاد گرامی شفا میابند. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای برادر عزیزم، برای آرامش و سلامت. سلامتی و آرامش برادر عزیزتونو. برادر من، برادر من، شما لازم نبود اینجا ما بگید برادر عزیزت. برادر عزیزتو خودت باید صحبت کن، ولی الان دارن صدای شما رو چند سری دارن میشنفن، اصلا لازم نبود اونو براشون عنوان کنی نازنینم. شما الان این کلمه برادر عزیزتو که داری میگی، اینجا برنامه عبادت تقاضای آهنگ تقاضا نیست که عزیزم. چی داری میگی؟ شما اصلا کلمت جالب نبود. من فکر میکنم که وقت رو تلف کردی به این دلیل که عزیزم جزو اسمش، شما اسم و سادگی رو بگو. اینی که عنوان کردی الان برای اونایی که عزیزم فارسی رو بلد نیستن مسئله داره. برادر عزیزتو به خودش نشون بده که عزیزه، ولی اینجوری عنوان نکن روی عزیزم. متاسفانه این برادر، این عبادت برات انجام نمیشه به این دلیل که عزیزم اونجا دارن چند 800 خورده دارن صدا تو میشنفن نازنینم. نه خانم، برادرم مریضه. نمیشه آقای محترم منو ببخشی، اینجا شما با من یه جوری صحبت میکنی انگار که رفتی موزیک تقاضا کردی به افتخار برادر عزیزه. نه برادر، اینجا برنامه علم عبادته، شما باید اینو متوجه باشی. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام. سلام خانمم، حال شما خوبین؟ بفرمایید. سلام دارم خدمت شما و هفت استاد عزیز. زنده باشی جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. عبادت میخواستم برای بفرمایید. عبادت میخواستم برای روبخی فرزند شاطره. ام معجزه ها بفرمایید، خواهش میکنم. از معجزه ها علی آقا که از کامون افتادن و قطع نخواه شدن به کمک خدا و استادهای عزیز
شفا پیدا کردم. میشه خانم که ناراحتی مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ خانم عبادت برای چی میخوای؟ لطف خدا خانم عبادت جانم بفرمایید. سلام خانم. خسته نباشید. حالتون خوب مبینه خانم؟ از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. نام ناهید. بله. بفرمین اسم پدر یا مادر. نام مادر زرنشان. بله. اما معجزه رو بفرمایید. بله. خواهش میکنم. بله چشم. آقا شهروز بودن که سرطان خون داشتن. به لطف خدای بزرگ و هفت استاد عزیز شفا پیدا کردن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ عشق و محبت. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون خانمم. خدا نگهدار. زنده باشین. مرسی. جانم بفرمایید. عزیز سلام خاطر نمایشی خیریت می خانم عزیز زهاف استاد عزیز گرامی. زنده باشی. ممنونم از تون. بفرمایید خانم. عبادتتون قبول باشه. الهی قبول حق باشه. شما اولین کسی هستین که داری اینو بهمون میگین. متاسفانه ما به بقیه هم که گفتیم حرفامون رو نشنیدن. جانم بفرمایید. جانم. از کشور عزیزم ایران جان میزنم. کشور عزیزم ایران. ما صدا دارم. این که یه صدا هم برای قلام امین مادم به اینا اما معجزه ها بفرمید از معجزه قدرت سلمان آقای یاچار عزیز که به خاطر ترس بسیار گرفتار احتیاج شده بودم این که نور ایرانی آیداده که هفت استاد ایرانی شفا گرفتیم. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای خانما؟ برای سلامتی و آرامش میمونم. سلامتی و آرامش و پروردگار هدیه کنه به هد عزیز. خدا یار و نگهدارتون. زنده باشی. جانم بفرمایید. سلام مینا جان. سلام خانم. هم حال شما خوبه؟ بفرمایید. زنده باشید. خوب هستین خانم؟ من خوبم شکر خدا. جانم باشین. عبادتتون قبول باشه. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخواستم برای فرزانه نام مادر طاهره. از معجزه های قدرت پنهان لیلی عزیز از کانادا که گردنشون فلج شده بود. بله. به با تهیه آینه به لطف خدای مهربون و عبادت های هفت استاد عزیز هفت نور گرامی نفسان شفا بگیرن. بچه جنوب ایران بودن بعد در شابدال از این هدیه فرستادن هزینه فرستادن که چهار تا فرش خریداری بشه برای اینکه روش نماز بخونن. زنده باشی. ممنونم عزیزم. سپاسگزارم. عبادت برای چی میخوای؟ سلامتی آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون. من یک کوچولو کوتاه بگم. سه شبه که اینا برنامه منو قطع میکنن خانمم. اینا رو به ما نگو خانمم. اینا رو به ما نگو عزیزم. وقت برنامه ما رو نگیر. مرسی نازنینم. متاسفم خواهر گلم. متاسفم. من شما رو نمیبینم فقط تلفن میزنم صداتون میشنم. عزیزم ان شاء الله تکرارا رو بتونی ببینی. خدا نگهدار عزیزم. برام عزیزت یک نکن. دستتون درد نکنه. زنده و سلامت باشین. همیشه خوشحال باشین. مرسی و همچنین نازنینم. خدا یار نگهدارتون. عزیزای من گلای من راجع به همین مسائل سعی میکنیم کمتر صحبت کنیم. بله بعضیاتون میگید پارازیت میندازن نمیبینیمت و بعضی روزا قطع اینا. نازنینای من گلای من دیگه همه اینا رو بسپاریم به خداوند به پروردگارم. انشاءالله که این مشکلات در کشور عزیزم ایران رفع بشه و اینجا از خدای مهربان تقاضا داریم که رحم تو دلشون بیفته و نازنینای من این همه پارازیت نندازن تو برنامه ها. نه فقط برنامه من نازنین من. آخه برنامه من چه ایرادی داره نازنین من؟ از عشق محبت ایمان لطف به خدای مهربان قدردانی کردن. حالا نازنینای من اونها پارازیت نندازن تو برنامه ها. نه فقط برنامه من کل برنامه ها نازنینای من. به این دلیل که شما در نظر بگیر پارازیت چقدر سرطان پوستی به عزیزانمون متاسفانه داده. چقدر ملت من متاسفانه دارن با سرطان دست و پنجه نرم میکنن به دلیل پارازیت ها. انشاءالله که لاقل در یک جایی بندازن که یه مقدارم خانواده خودشون زندگی کنن اونجا.
انشالله که موفق و معین باشی، انالهی که رحم الهی رحم پروردگار تو قلباشون باشه. خطی بگیریم باشه مایزا باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. الو خانم، عرض میتونم خدمت میگم. سلام خانم، هم حال شما خوبی نازنینم؟ جونم ممنون، متشکرم. جانم و ایام عزیزداری امام حسین و تسلیت عرض میکنم. فداتون بشم، سپاسگزارم. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. عبادت میخواستم برای رویا، نام پدر احمد. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد خانم؟ عبادت برای رویا فرزند خانمم. نوشتم رویا رو، نوشتم پدرش هم رو نوشتیم خانم. از معجزات جانم من مشکل با شما میتونم صحبت کنم؟ نمیذاری. اما معجزه ها نگفتی، عبادت رو نگفتی. الان بگم از معجزات. اما معجزات خدا خانمم، این برنامه رو کلا میشناسی یا نمیشناسی؟ بله. چرا انقدر دست باچه خانم؟ چرا نمیذاری من بنویسم؟ خدا نگهدار. خدا حافظت عزیزم. انشاءالله که عزیزای من، گلای من، سعی کنید این چنین نباشیم با ما. عزیز نازنین، شما در نظر بگیر اگه من اسمی رو نشنیده باشم، حتما رو دروسی ندارم ازتون دوباره سوال میکنم. وقتی پشت سر هم یه دونه مشکلاتی که ما نازنین با عزیزانمون داریم، یه موقع من دارم میگم که من مثال فارسی رو نمیتونم بنویسم، نازنینم یه موقع بهشون میگیم که اینا رو به ما سریع سعی کنین دونه به دونه عنوان کنین برامون، میبینیم که همون شماره رو تون تون شماره دوم و اول میگن، شماره اول و دوم میگن، میگیم خلاصه ما بدتر مورو گیجمون میکنیم که چیکار باید با شما بکنیم. اگر نه با لطف خدای مهربان، لطف پروردگارم، نازنینم عزیزم، در تون نویسی کشورها به هم جایزه دادن، میتونم سری بنویسم نازنینم، ولی زبونش رو لاقل بفهمم. انشالله شما عزیزای من، شما نازنینای من، اینا رو رعایت کنید. نازنینای من بس لطف بفرمایید و بعضی چیزها رو با ما رعایت کنید، سعی کنید نازنینم، انشالله که برنامه رو بشناسی. عزیزایی که میان خیلی هون هستن، یا اینکه بعضیا اصلا، یه مسئله دیگرم عرض کنم خدمتتون، برای چی خانمی اومده مثال رو ارمون میگه که اسم دوست پسرش، همسرش برای اون عنوان میکنه، بله عبادت میخوان. چند تا از عبادت ها این چنین بوده که سعی میکنیم وقتی شما میگین عبادت کن براش، متوجه هستیم یه حالت پارتی بازی، یه حالت چیزی میشه نازنینم، یه حالتی میشه که خود شیرینی برای شخص داری میکنی، برای برادر عزیزم مثل این آقایی که اومده بود رو ار، نازنینای من، گلای من، اینا رو برنامه علمی عبادی خود شیرینی میدونه، چون هممون میدونیم خانواده هامون برامون عزیزن. وقتی نازنینم میای رو یه اری که چند میلیون دارن نگاش میکنن داری این چنین، اینا تظاهره، این تظاهرها رو برنامه علمی عبادی نمیپذیره. بس امیدوارم راجب این مسئله که شما، البته من یه خانمی اگه خاطرتون باشه دیروز اومده بود رو ارمون و اسم حالا شخصی رو که عنوان میکرد، بعد میگفت عبادت کنین براش. نازنینم عزیزم، این برنامه این چنین نیست که، و وقتی شب براش میخواستن عبادت برای شخصی که گفته بود، متاسفانه اصلا نازنینم این شخص، این خانم خودش ایمانی نداره. نیایید رو ایر ما اینجوری نازنینای من، برنامه علمی عبادیه، اینا رو متوجه میشن. بس امیدوارم وقت دیگران رو نگیرید. اگر برای دوست پسرت، شوهرت، نمیدونم برادرت میخوای خود شیرینی کنی، عزیزم برو برنامه های دیگه زنگ بزن، به این برنامه نه. این برنامه رو زمانی بیا که عاشق این برنامه، زمانی بیا که بدون ریا، برای از صمیم قلبت، با وجودت، برای شخص مثال داری عبادت میگیری، نه سفارشیش کن، نه بخوا اینجا عزیزم خود شیرینی برای شخص انجام بدی. انشاءالله که خیلی راحت اینو براتون عنوان کنیم و امیدوارم متوجه بشیم. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام عزیزم. سلام گلم، حال شما خوبی خانمم؟ بفرمی. ممنونی، سپاسگزارم عزیزم. عبادتتون در قبول پروردگارم باشه، مال همه نازنینای من. جانم بفرمی. ممنون، سپاسگزارم خدمت شما و اطلاعات عزیزم. از ادب و احترام و سلام دارم خانمم. از کجا زنگ میزنی خانمم؟ خواهش میکنم خلاصه بفرمایید، از کجا زنگ میزنی؟ ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله اسم بگین.
تعارفو کم کنید خانم. خانم منو ببخشید، به من اعتراض کردن، گویا بعضیا خیلی تعارف میکنن، اصلا نمیخوایم رو ارمون باشن. تعارفو کم کنین، عبادتو بخواین نازنینم. بله اکرم، پدر ذبیح الله، نام پدر ذبیح الله نوشتم خانم. خانم قدرت پنهان، مینای عزیزم، سیفر خانم عزیزم از مونیخ که ایشون مهندس بودن و میگفتن که ناامیدی خاصی در من بود که بسیار وسواس بودن و در کار و تحصیل و مشکلاتی که داشتن همیشه همراه ایشون بود. ایشون نه مهمانی میرفتن و نه مهمان داشتن، اگرم که جمع بودن خودشون یک زندانی میدونستن. ایشون میگفتن که سنی از من گذشته و خانوادم هم از دست دادم و ناراحت هستم و میترسم که با این همه ثروت بمیرم و جنازم رو کسی نباشه که پیدا کنه. با تماس به قدرت پنهان و تهیه آینه و درخواست عبادت سفراعت اساتید عزیز نازنینم متوجه میشن که عموی نامهربان سوسنجون به دلیل اینکه سفر ایشون 21 سال پیش تصدق کرده بوده و قبلا سوسنجون رو دوست داشته، چون تصدق کرده اما دیگه حاضر نبوده که سوسن هم زندگی خوبی داشته باشه. ایشون تلفن سیاه میزنه و به توسط این تلفن مادر سوسنجون که میتونسته 8 سال بیشتر عمر کنه در اثر جادو عقلش رو از دست میده و از بالکنی که فاصلش فقط 2 طبقه بوده به پایین پرت میشه و متاسفانه میمیره. الحمدلله به این عبادت سفاعتی که برای سوسنجون انجام شد ایشون بحث گشایی شده بودن و خواسته بودن که ببینن که این تلفن چی براشون زده بود، که متوجه میشن که عموی ایشون این تلفن برایشون زده و البته ایشون الان از این دنیا رفتن و شما فرموده بودیم که انشاءالله که خدا ایشون رو ببخشه و متاسفانه بازم این روحها فرموده بودیم که جز روحهای خبیث هستن و ما بخشایی سوسنجون رو بهشون تبریک میگیم و ایشون در مونیخ سعی و تلاش دارن میکنن که برای چند خانواده آلمانی کمک بشن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای سلامتی و آرامش میمونم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه. به خدا میسپرم اتون خانمم، خدا یارو نگهدارتون. عزیزای من، گلای من، بله سعیدی که شفای نور الهی نصیبش شده در مسجده الان گویا برنامه رو داره نگاه میکنه و گفته چرا اعلام نمیکنید که این عکسی که پشت در از شما عزیزا دارین نگاه میکنید، بله درختای پشت مسجد نازنینای من، بله اینم به دلیل سعید شفا گرفتمون که باسم شفاشو تبریک میگیم بهش، بله خواسته که این عکس معرفی بشه، بله عکسی یکی از پشت مسجد نازنینای من و کانادا درختاش الان همین رنگیه نازنینای من. بیشتر جا البته انشالله که شما نازنینای من هر کدوماتون خیلیاتون هستین که از من یه موقع هایی زنگ میزنید میگید که ما خیلی علاقمند هستیم که انشالله، البته خیلی هستن که ماشالله ازان ماشالله، عزیزانی که به گنجینه دسترسی پیدا کردن، عزیزانی که از مملکت‌های دیگه به سلامتی به شفای الهی دسترسی پیدا کردن، عزیزایی که بخت‌گشایی شدن، عزیزایی که از زندان آزاد شدن، یعنی امیدوارم که تک تکتون اگر هم شده برای چند روزی اینجا بیاین و وقتی میرین تو مسجد نازنینم هیچ کسی رو، یعنی کسی که معجزه ندیده باشه کمتر تو مسجد میبینینش، یا عزیزیه که بخت‌گشایی شده، یا عزیزیه که شفا گرفته، یا عزیزیه که گم شده بوده پیدا شده، یا مادریه که فرزندش رو از دست داده بوده با روحش در ارتباط بوده، یا عزیزی که خدای نکرده تصادف کرده بود ناقص شده بود الان سلامته. و میبینیم که تمام عزیزانمون یعنی معجزه دیده های نور الهی هن. خدا رو شکر میکنیم و بله ملیت های دیگه دوستانشون رو برمیدارن میارن به مسجد و خدا رو شکر میکنیم. شما در نظر بگیرین الان سعیدی که شفای نور الهی نصیبش شده نازنینای من دعوت کرده، یعنی تو مسجد میدیدیم که بسیار از دوستانشون که هستن، یه سری از دوستا که از یونیورسیتی یورک، یونیورسیتی از تورنتو، دوستانشون هم در مسجد بود. انشاءالله که موفق باشن، انشاءالله که مسجد خونه شماست و وقتی انسان میبینه نازنینای من در این روزای مقدس این عزیزانمون فرق نمی کنه چه سنی دارن،
عاشقانه دارن تلاش میکنن. البته جای تک تکتون هم تو این عبادت ها مطمئن باشین برای مخلیه انشاءالله که عبادت های شما عزیزای منم قبول حق باشه، قبول پروردگار باشه. ولی عزیزای من یک موقعی میشه من میرم توی مسجد از اون دور با میستم فقط تلاشاشون رو دارم نگاه میکنم و دستم رو بالا میکنم میگم پروردگارم سپاسگزارم از لطفت، هیچ چیزی ندارم بهت بگم که فقط میتونم بگم ممنونم و دوستت دارم که تمام این عزیزانمون چه عاشقانه دارن خدمت میکنن برای نظریه نازنینای من و عزیزانمون چگونه دارن خودشون آماده میکنن برای عاشورا تاسوعا، برای هر مناسبتی دستشون درد نکنه و بهشون میشه گفت به اون ارادهشون به اون ایمان قویشون باز هم تبریک بگیم. خطی بگیریم با شما نازنینا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خدمت مینا خانم. سلام. عزیز حال شما خوبی خانم من؟ بفرمایید. شما قبول باشیم اینا قربونتون برم، مال همه الهی قبول باشیم. سلام خدمت استادم کبیر قدرتمند. قربونتون برم خانم عزیز. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله اسم به نام سید ملیکا. بله نام پدر سید مهدی. از معجزه ها عزیزم؟ از معجزه ها خواهر عزیزی اهل فرانکفورت بودن که بچه های به هم چسبیدگی به دنیا آورده بودن. بله که تماس با خودت پنهان و عبادات استادان گرامی و لطف خداوند بزرگ و عبادات دعای استادان عزیز بچه هاشون شفا پیدا کردن. زنده باشی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت بخوام برای سلامتی و آرامش عزیزم. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدار. من چندی وقت در مسجد مقدس مینا خانم عزیز من نایب الزیاره شما استادان عزیز آقای آریای عزیز گلم و همچنین تمام دست اندرکاران خودت پنهان بودن. زنده بشی ممنونم. شما در همه جا شما و استادان عزیز همه جا بلوت خدا در جلو چشم من بوده. زنده باشید. انشاءالله شما عمر بزرگ طولانی خدا به شما بده. مینا خانم عزیز. زنده باشید خانم. از خداوند بزرگم سپاسگزارم. قربونتون برم. خدا یارو نگهدار. شما خدا شما هدیه که خدا به ما لطف کرده به این هدیه رو خدا به ما ایرانیان داده. قربونتون. که انشاءالله شاکر خدا باشید. مینا خانم. فداتون بشم. خدا یارو نگهدار. زنده باشید. خدا حافظ. خیلی ممنون. قربونتون. خدا نگهدار. الهی که عبادت هاتون قبول حق باشه نازنینای من. آریا رو ازتون خواهش میکنم آریا رو آقا صدا نکنید نازنینای من. اولا که آریا فقط 8 سالش هنوزم نشده 8 سالش یه بچه است. بعدشم چون آریا نازنین من داره دوره میگذرونه افتادگی رو نازنینای من دوست دارم بیاموزه. فرزندم تک فرزندم دوست دارم بیاموزه افتادگی رو، دوست دارم بگذرونه. داره دوره‌ای رو که میگذرونه یعنی داره میاموزه که نازنینم با هیچ چیزی بالاتر از لطف خدای مهربان براش نباشه. لطف بفرمایید ازتون خواهش میکنم آریا رو هیچ وقت آقا صدا نکنید. ممنون میشم از تک تکتون. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام خانومم. سلام مینا خانم. زنده باشی. ممنونم عزیزم. جانم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو به شما و همه مسلمانان جهان تشکر عرض می‌کنم. سپاسگزارم نازنینم. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ دعا می‌خوام به نام هدیه فرزند همت. بله از معجزه ها بفرمایید. از معجزات بله چشم قدرت پنهان علی آقا برادر عزیزم تراشکار بودن. بله. و در حین تراشکاری ترسه ای داخل چشمشون میره به دکتر میرن و دکترها جواب رد میدن. با ایمانی که داشتن با قدرت پنهان تماس میگیرن به لطف پروردگار الهی و دعای هفت نور الهی بینایی خودشون رو دوباره به دست میارن و شفا میگیرن. زنده باشی. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ سلامت باشی. برای سلامتی آرامش. سلامتی و آرامش و پروردگار تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدار. الهی آمین. محبت کنید دستتون رو برای من بالا بگیر. از شما تشکر می‌کنم. زنده باشین. به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهتون هدیه کنه. عزیزای من، گلای من، باسم برای شما عزیزا بعضیاتون زنگ میزنید و میگید می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم برای
به دست آوردن الماس، چقدر از ما سوال میکنید. و نازنینای من یه عدتون خب تلفن‌ها رو کسیگه جواب میده و میگین که حتما باید مینا با همون در ارتباط باشه. طبیعتاً وظیفه شونه نازنینای من، وظیفه شونه خوب سعی میکنن که عنوان کنن. شما ها نگران از این نباشین که عزیزای من، گلای من، وقتی تو سرمایه گذاری میخوای بکنی برای به دست آوردن الماس، حتماً و حتماً باید با من صحبت کرده باشی نازنینم. به این دلیل که وقتی سرمایه گذاری میکنی، وقتی به میلیاردها ثروت دسترسی پیدا میکنی، راستی من خودم این اجازه رو به هم بده نازنینم که از تو چند تا سوال داشته باشم. راستی با ثروتی که به دست میاری برای محرومین چی کار میکنی؟ برای نیازمندا چی کار میکنی؟ بس بعضیاتون هستین از این سوالا، از این تلفونا خیلی میشه گفتش که ناراحت هستین. ولی برای چی عزیزم؟ هر برنامه خلاصه برای خودش قوانین خودشو داره. برنامه علمی عبادی هم قوانین خودشو داره نازنینم. اگر میخوای سرمایه گذاری کنی به دست آوردن الماس نازنینم، حتما و حتما باید بدونیم که این برنامه رو میشناسی، ایمان تو بشناسیم نازنینم. بعد اینکه به گنجینه دسترسی پیدا میکنی، فقط برای خودت نباشه نازنینم، این چنین باشه که برای دیگرانم کمک باشی. عزیزم نازنینم، تو به فامیل من کمک نمی کنی وقتی به الماس دسترسی پیدا میکنی، به هموطنهای منو تو داری کمک میکنی. چه ایرادی داره اگه ما از شما سوال کنیم؟ اگر عزیزی هستی که میخوای برای سرمایه گذاری به دست آوردن الماس و نگران از این هستی که سوالایی ما رو جواب ندی، برادر عزیز، خواهر عزیز، من نمیدونم پدر، مادر عزیز، لطف بفرمایید خب زنگ نزنید. به دست آوردن الماس برای تو نازنین من انرژی بسیار زیادی از هفت استاد نازنین میبره. قدرت خدای مهربانه، پروردگار این قدرت رو بهشون هدیه داده. ولی وقتی از سون سوال میکنم، من سوال میکنم، حالا هر کس دیگه با تلفن با شما صحبت کرده مسئله نیست، میگن باید حتما با مینا صحبت کنی. نازنینم دلیلش اینه که من بدونم وقتی که تو انشاءالله وقتی الماس به دست میاری، میلیاردها ثروت به گیرت میاد، راستی برای اونایی که زمستون عزیزم لباس ندارن، جای راحت برای زندگی ندارن، راستی میخوای برای اونا چیکار کنی؟ این اجازه رو به ما بده که ازت این سوالا رو بکنی. اگر نگرانت میکنه این سوالا، اگر نه این چنین هستش که فقط میخوای به دست بیاری بله از کشورم بذاری بری، این کجا زندگی میکنی به خودت مربوطه. ولی این که عزیزم چه عقیده ای داری، واقعا میخوای چی کار بکنی برای دیگرانم، نهایت تلاشمون اینه کسانی که به الماس دسترسی پیدا میکنن، این همه ثروت و نازنینم برای چی میخوای؟ خب یه تولید کارم در کشور عزیزم ایران سعی کنی، تو حتی اگه نمیخوای اونجا زندگی کنی، تولید کار کنی و خانواده ها بتونن برن کار کنن، راحت زندگی کنن. یا این که عزیزم نازنینم، اونهایی که آلوده به مواد مخدر هستن، اونهایی که گرفتار طلسم هستن، بتونی برای اونا آینه تهیه کنی و اونا رو دوباره شخصیتشون از سر بسازی، مگه چه ایرادی داره؟ مگه چه اشکالی داره اگه من از شما عزیزانی که زنگ میزنیم برای به دست آوردن الماس ازتون سوال میکنم، میگم وقتی که به دست بیاری عزیزم نازنینم میلیاردها گیرت میاد، چه ایرادی داره این سوالا؟ چرا ناراحتتون میکنه؟ اگر ناراحتتون میکنه عزیزم، لطف بفرمایید زنگ نزنید بهم. بس به دست آوردن الماس برای کسانیه که قبل از این که به دست بیارن با نور الهی با خودشون سعی کنن با خدای خودشون صحبت کنن، یه چند دقیقه ای رو، چند ساعتی رو با خودشون خلوت کنن، بگم پروردگارم، خدای مهربان، من که چنین گنجینه‌ای به دستم میاد لااقل چی کار میخوام بکنم؟ نازنینم من به تو کسی رو معرفی نمی کنم. مطمئن باش من به تو همیشه ازت این خواهش رو میکنم که برو در هر محله‌ای که در کشور عزیزم ایران زندگی میکنی، جاهایی که عزیزانمون با زندگی سختی دارن زندگی میکنن، برای تو پیدا کردنش سخت نیست عزیزم، میتونی ببینیشون، میتونی کمکشون باشی. بس انشاءالله هر کدوم شما عزیزا که میخواین سرمایه گذاری کنین به دست آوردن الماس نازنینم، این آمادگی رو باید داشته باشین که من بله سوال میکنم ازتون عزیزایی.
انشالله که موفق باشین. چه ساعتهایی هستیم که جوابگوی تلفناتون باشیم برای به دست آوردن الماس و قلب پاک شماها و ایمان قوی شما. نازنین من بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح، بین ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب آمادگی اینم داشته باشین که من بله سوال میکنم. خطی بگیریم با شما عزیز باشی. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام برادرم، حالتون خوبه؟ بفرمین. بفرمین. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. مینا خانم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به اسم رامین، نام پدر سخاوت. بله، عبادت برای از معجزه ها بگین. برادر عزیز میتونی سری صحبت کنی یا میخوای تلویزیونتو نگاه کنی؟ بله. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام، با عرض سلام و احترام خدمت شما. زنده باشی، ممنونم از لطفتون. بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله برادر، منتظرمون نذارین، لطف بفرمایید صحبت کنین. شش عبادت میخواستم به نام احمد، نام مادر درخشنده. بله، اما معجزه ها بفرمایید. آقای آشار که دچار مواد مخدر شده بودن به لطف الهی و هفت استاد گرامی شفا یافتن. بله. انگلا مکزیکی که معتاد بود و دو بار دست خودکشی زده بود به لطف الهی و هفت استاد گرامی شفا گرفتن. عبادت برای چی میخواید؟ برای سلامتی و آرامش خواهرم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه. خواهرم یه چیزی بگم اینا خانم. بفرمایید. اینا خانم، من تو این دنیا یه برادر مریض و یه مادر 60 ساله بیشتر ندارم. اگه میشه یه دعاش میکنید. برادر یعنی سفارشیش داری میکنی نه؟ ما سفارشی ایزم. ببخش منو. معذرت میخوام، اون دفعه که اومدی رو خط عبادت برات پاره شد. بازم الان نیاموختی. بازم نیاموختی. خدا نگهدارت. عزیزای من، گلای من، انگار اصلا متوجه نیستین. سفارشی نکنید، این برنامه سفارشی نمیپذیر عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام و ادب و احترام زنده بشی عزیزم. خانم عزیز و هفت استاد عزیز و بزرگم، از کشور عزیزم ایران خدمتتون. کشور عزیزم ایران. بله بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای محبوبه، نام مادر سادا. اما معجزه ها بفرمی خواهش میکنم. از معجزات قدرت تنها مریم جان 18 ساله بودن که از بیماری سرطان رنج میبردن که به لطف خدای عزیز بزرگم و دعای هفت استاد بزرگوار شفا پیدا کردن. مرسی عزیز. عبادت برای چی میخوای گلم؟ برای سلامتی و آرامش مینا خانم عزیز. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی بهت هدیه کنم. ممنون. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ. بله، آقایی که دوباره اومدن رو خطمون، متاسفانه اتاق فرمان میگه که از این طریق حالا دارن مزاحم میشن. اب ندارن از اینای من. بریم و یه چایی بخوریم، برگردیم در خدمت شما عزیزا باشیم. با اجازهتون.